کتاب مسکن معاصر ژاپن خونه های کوچیک در مورد ریشه های معماری مسکونی معاصر ژاپن میگه و بعدش 26 تا از خونه های کوچیک اندازه جذاب ژاپنی رو معرفی میکنه توی این ویدیو ما میریم سراغ همین ریشه ها اول اینا رو با هم دیگه میبینیم یه مقدمه خوبی از معماری مسکونی ژاپن پیدا میکنیم و توی ویدیو بعدی میریم تا چند تا از جذاب ترین پروژه های این کتاب رو با هم دیگه بررسی کنیم اولین نکته که کتاب بهش اشاره میکنه بچا در مورد پایداری اصلا ژاپنی ها مدلشون مدل کنترل دما و کنترل آسایش حرارتی محیط براشون فرق میکنه با بقیه دنیا معمولا ژاپنی ها اولویتشون رو میزنن روی بدن خودشون یعنی با پوشش بهتر با گرم کنهای کوچیک رومیزی فضا رو بر بدن خودشون رو دماش رو متعادل میکنن و خیلی درگیر نیستن که کل خونه رو مثلا گرم کنن تا خودشون هم اون فضای قابل تحملی باشه براشون به خاطر همین معمولا معمارها دستشون از این نظر بازتره که بتونن فضا رو فضای بیرون و داخل رو ترکیب کنن محدودیت هایی که از نظر آیق کردن فضا و اینا دارن رو ژاپنیا کمتر دارن مثالی که تو ذهن خودم میاد در مورد موضوع بچه ها کرسیه کرسی تو ایران هم یه همچین کاری رو برای ما همیشه میکنه دیگه دمای یک بخش کوچیکی رو برای خودمون کنترل میکنیم گرم میکنیم تا بتونیم در واقع آسایش بیشتری داشته باشیم ژاپنیها این الگو رو توی بیشتر در واقع رفتارهای زندگیشون دارن و مفهوم پایداری رو برای خودشون تغییر دادن موضوع دیگه عمر کوتاه ساختمون ها توی ژاپن ژاپنی ها بر اساس اتفاقات مختلفی که توی این کشور افتاده از زلزله که اصلا یه اصل مهمه توی ساختمون سازی ژاپن از جنگ از بلای مختلف طبیعی که سونامی و اتفاقات مختلفی که افتاده یاد گرفتن که ساختمون های خودشون رو نوسازی و بازسازی کنن نه به این معنی که تغییر ایجاد کنن برای فضای زندگی جدید خودشون به این معنی که اصلا ساختمون رو تخریب کنن و پروژه جدیدی جایگزینش کنن طور میانگین عمر ساختمون ها تو ژاپن 25 ساله حالا این چه فرصت و چه تهدیدی برای معمار داره اولین نکته اینه که معمار توی بافت شهری دیگه خیلی لازم نیست به ساختمون های بغلش توجه کنه چرا چون من میخوام پروژم رو تعریف کنم پروژم رو طراحی کنم مثلا دیدین دیگه الان تو ایران خیلی ما دغدغه این داریم که هر پروژه با توی بافت شهری چجوری داره خودش نشون میده چجوری با بقیه ساختمون ها و نماهای اطراف خودش ترکیب میشه توی ژاپن این مسئله کمتره چون که ساختمون عمرشون کمه من اگه بیام پروژه خودم رو با ساختمون بغلیم بخوام بسنجم در نظر بگیرم به عنوان بستر تر هم و براسش طراحی کنم ساختمون بغلی ممکنه چهار سال دیگه تخریب بشه یه پروژه جدیدی تعریف بشه تو اونجا من خیلی نمیتونم روی وجود و حضور دائم اونا مخوام حساب کنم و بر اساسش طراحی کنم به خاطر همین حالا ما شاید به این فکر کنیم که پس چجوری این اتفاق میفته چجوری درگیر این نمیشن که بافت شهریشون ناهنجار بشه دونه های مختلف داشته باشه و به هم دیگه نیان مسئله اینه که اصلا شهرهای ژاپنی با این ویژگی شناخته میشن معیار دیگه تو این حالت یک پارچه بودن نیست معیار پویایی این فضاه فضای شهریه اینکه هر کدوم از این عنصرهای شهری هر کدوم از این ساختمون ها بعد از یه مدتی تغییر میکنن و هی داره شهر تغییر و تحول توش اتفاق میافته و فضای خودش رو پویاتر میکنه توی یه مصاحبه ای که رضا دانشمیر در مورد نیمه دوم قرن بیستم داشت صحبت میکرد یه اشاره در مورد این کرد که شهرسازی اروپا بعد از یه دوره تصمیم گرفت و یه حالت فریز شده و منجمدی بمونه بناها تو همون حالت خودشون بمونن و اون در واقع فرمت قدیمی خودشون رو حفظ کنن اما میبینیم که تو ژاپن دیگه این اتفاق نمیافته اتفاقا یه مقدار متفاوت با این روی کرد به پویایی و به تغییر و تحولات شناخته میشن این هم دومین موضوع بود چند تا نکته دیگه هم کتاب در مورد ضوابط و استانداردهایی که تا چه حد دست معمارها رو توی طراحی بناهای کوچیک باز میذارن توی ژاپن میگه و بعد میره سراغ در واقع تاریخ و عقبه معماری مسکن توی حالا قرن بیستم تا قرن بیستم بیشتر خونه های ژاپن با ساختار قاب های مدولار چوبی ساخته میشدن تا قبل از زلزله کانتو تو 1923 حتی شهرهای بزرگ مثل توکیو هم خونه های چوبی و کم ارتفاع داشتن به خاطر همین بافت چوبی شهرها آتیش سوزی که بعد زلزله اتفاق افتاد خیلی از خونه ها رو نابود کرد حتی آسیبش از خود زلزله بیشتر بود تو بعضی منطقه ها مثل گینزا که خونه ها رو آجری ساخته بودن هم نتونستن جلوی زلزله به خوبی مقاومت کنن این موضوع باعث شد که بتون مسلح خیلی تو معماری ژاپن جدی تر گرفته بشه همین موقع که معمارای ژاپنی تمایلات خودشون رو به جنبش مدرنیسی غرب بیشتر دارن نشون میدن یاماواکی که تنها معمار ژاپنی باحاس بود به ژاپن تو 1933 برمیگرده و یه اقامتگاه و استودیو تو توکیو برای خودش میسازه که اصول مدرنیسی باحاس سوش توش رعایت شده بود بعد از این دوره میریم تو جنگ جهانی دوم بمبارون هیروشیما و تسلیم ژاپن و تخریب هایی که توی این جنگ اتفاق افتاده و حالا ژاپنیا به فکر اینن که بخوان شهرهاشون رو بازسازی کنن با اصول مدرنیستی که بخش زیادش از غرب اومده. اینجاست که معمارای مثل کنزو تانگه میان اون ساختارهای چوبی سنتی ژاپن رو با بتونگار انگار به فرمت جدیدی تبدیل میکنن یکی از این پروژه ها خونه شخصی خود تانگ است تانگه خونه بتونی ساخت که از مدول تاتامی تو پایه طراحیش استفاده شده بود و با دیوارهای چوبی و کاغذی تقسیم بندی شده بود تکیگاه های جلوی نما تونستن نازک و ظریف بمونن و اتاق مرکزی همین قابلیت رو داره که با درای کشویی به سه اتاق کوچیکتر تبدیل بشه کلیت سختی پروژه هم از فرمهای سنتی ژاپن داره تبعیت میکنه بچه ها یه چیز رو در نظر داشته باشین معماری ژاپنی چون عادت به همین قضیه تخریب و بازسازی داره مجبوره که انگار متریال مختلف رو هم توی دورهای مختلف تست کنه فرصت این که با متریال مختلف کار کنه رو به مراتب تو طول تاریخ داشته به خاطر همین خیلی خوب یاد گرفته که چجوری میشه فرم و حجم و ظاهر رو حفظ کرد و با متریال جدید این رو ترجمه کرد تبدیل کرد تغییر داد این قضیه تو کارهای کنزو به خوبی میشه دید از این دوره که رد بشیم میریم تو دوره دهه 60 و 70 میلادی ژاپن داره به ثبات میرسه و خونه ها دارن برای خانواده های کوچیک که بیشترشون از روستا به شهر مهاجرت کردن ساخته میشن خب به طبع اون تقاضا برای مسکن هم بیشتر میشه این دوره است که عملکردگرایی بروتالیست دارن تاثیرشون رو روی ژاپن میذارن و البته ژاپن هم با جنبش متابولیسم انگار این ایده ها رو توی بستر خودش داره توسعه میده و تغییر میده مشهورترین پروژه این جنبش برج کپسولی هستش که کوروکاوا طراحیش کرده ایده این پروژه از دو تا هسته بتونی 11 و 13 طبقه ساخته شده که روی 140 ماژول سوار میشن که از پیش ساخته شده و از هم مستقل هستن هر کدوم از این کپسول مدول مساحتی حدود 9 متر داره که پنجره های هم البته داره. بچه شاید مهمترین موضوع این پروژه و اینکه ما میگیم در واقع جنبش متابولیسم نگاه توسعه یافته ترجمه شده ژاپنی به نگاه همون معماری بروتال اینه که این اتاف پذیری رو توی خودش میتونسته داشته باشه اما این پروژه کروکاوا که حالا ایدش این بوده که این کپسول ها میتونن به مرور زمان تغییر کنن بزرگتر بشن کوچیکتر بشن و جابجا جا بشن رو اتفاق نیفتاده ایدهشو تو خودش داشته رو داشته ولی خب این اتفاق هیچ وقت نیفتاده الان هم دیگه این پروژه در واقع خونه های کپسولی بعد از 40 50 سال که گذشته ولاد. کم کم دارن میرن به سمت تخریب شدن خب سر تاریخمون رسید به کجا رسید به دهه 70 و 80 میلادی توی این دوره شهرنشینی تو ژاپن دیگه به اوج خودش رسیده رشد اقتصادی اتفاق افتاده و مردم از شهر... روستاهای های کوچیکتر اومدن تو شهرهای بزرگتر و تقاضا برای مسکن هم البته بیشتر شده و البته همه اینا باعث میشه که قیمت مسکن مخصوصا خونه های تک, خونه... تک خانوار بیشتر و بیشتر شده باشه اینجاست که برج های لوکس برای اولین بار تو دهه 80 وارد ژاپن میشن که این مشکلات رو حل کنن این مقدار توجه به محله های سنتی کمتر بشه و معمارها آپارتمان های شهری کوچیک رو انتخاب میکنن تا موضعشون رو نسبت به شهر مشخص کنن بچه ها اینکه ما میگیم معمارا تو این دوره میان موضعشون رو نسبت به شهر و اتفاقاتی که توی شهر داره میفته توی خونه های تک خانوار نشون بدن اینه که یه جاهایی با یه سری ساختمون بتونیه کاملا بسته رو برو میشیم که یه در کوچیکی مثلا دارن و کامل به شهر پشت کردن انگار که با اون اتفاقات توی شهر قهر کردن و دارن اتفاقات رو درون خودشون رقم میزنن یکی از ترین پروژه هایم هم که این حالت رو تو خودش داره پروژه تادواندو خونه سومیوشی نگایا یه ساختمون باری که بتون اکسپوز که روی نما یه شکاف کوچیک داره اما وقتی وارد میشیم میبینیم که تو همون ابعاد کم به اندازه یه عرض ساختمون یک حیات مرکزی داره آندو توی این پروژه به شهر مدام در حال تغییر پشت میکنه اما این موضوع بهش این فرصت رو میده تا تحول جدی تو طراحی فضای داخلی ایجاد کنه این پروژه بچه ها توی طبقه دومش یه پلی داره که فضاها رو به همدیگه وصل کرده یکی از بهترین نمونه های معماری درونگرای ژاپنیه ما خیلی این اتفاق رو توی معماری ژاپن نمیبینیم اما این پروژه در کنار حالا چند تا پروژه دیگه که تو کتاب هم اتفاقا تصاویر و اطلاعاتشون رو میبینیم به عنوان پروژه های درونگرای ژاپن معرفی میشن این هم از این دوره و کتاب دیگه کم کم میرسه به زمان حال و معماری معاصر ژاپن بچا توی ژاپن هم مثل خیلی از کشورهای دیگه مثل خود کشور ما اینطوریه که بیشتر پروژه های مسکونی توسط معمارها طراحی نمیشن توسط های مطرح معمارایی که پروژه های جدی دارن طراحی نمیشن چون هزینه بالایی دارن بعضی از فقط افراد هستن که میان و به این فکر میکنن که خونه‌هاشون خونه هاشون رو مسکنشون رو بسپارن به یک معمار و طراحی دقیق انجام بدن اما پروژه های کوچیک همین پروژه های کوچیک مقیاس ژاپنی این فرصت رو به معمارها میده به معمارهای جوونتر به معمارهایی که پروژه های بزرگ نداشتن دفتراش دفتره کوچیکی تازه تاسیس کردن این فرصت رو میده که بیان و اولین پروژه های خودشون رو و با اون ایده های خلاقانه شون همینطوری گفتیم چقدر تو بعضی مسائل دستشون به نسبت بقیه دنیا بازتره اولین پروژه خودشون رو بکشن و دفتر خودشون رو یه مطرح قبل از اینکه بحثمون رو ببندیم بیایم ببینیم فکر کنیم که این خونه های حالا کوچیک مقیاس ژاپنی چه ویژگی کلی دارن یکی از مهمترین این ویژگی ها اینه که مرز بین بخش های مختلف توی این واحدهای کوچیک از بین میره فضاها از همدیگه به طور کامل تفکیک نمیشن عملکردها با همدیگه مختلف میشن با همدیگه ترکیب میشن این با فرهنگ ژاپن هم کامل هماهنگه خیلی از بچه ها تا قبل از اینکه وارد مدرسه بشن توی خونه کنار پدر مادرشون میخوابن و توی فضای اتاق مادرش پدر مادرشون زندگی میکنن و میمونن تا وقتی که به مدرسه میرسن تازه اونجاست که تصمیم میگیرن که یک فضایی براشون جدا کنن یه فضای جداگونه داشته باشن که اون هم باز از نظر بصری و سمعی از بقیه خونه جدا نشده صرفا یه فضایی به بخ... به به بش... این بچه ها اختصاص میدن نکته دیگه اینه که پس ما کارفرماهامون خیلی دغدغه مرزبندی تو ژاپن ندارن دیگه کارفرما مرزش حریمی که میخواد برای خودش داشته باشه فقط در نسبت بیرونه این نیست که توی فضا رو هم مثلا پلانای مخصا پلانای ما توی معماری ایران رو دیدین دیگه چقدر حریم خصوصی حریم عمومی توی فضای داخلی میون سلسله مراتب تعریف میکنیم اینا تو معماری ژاپن عملا تعریف نشده یه جورای خونه های کوچیک توی ژاپن برای رفع نیازهای خانوادن و نقش نمادین برای مهمونی و عرضه کردن به بقیه آدم ها رو ندارم مرسی بچه ها. از اینکه تا آخر این ویدیو همراه هم بودین امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین اگه اینطور بود ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و کانالمون اگه سابسکرایب نکرد حتما این کار رو انجام بدید ما هفته بعد بیریم سراغ پروژه ها از این 26 تا پروژه من سعی میکنم حداقل مثلا 6 تا پروژه رو بیارم و با همدیگه روشون دقیق بشیم تصاویر رو ببینیم و راجبشون راجب ایده های داخلشون با همدیگه صحبت کنیم مثلا یکی از پروژه های این کتاب همون خونه چوبی فوجیموتو که قبلا هم راجبش با همدیگه صحبت کرده بودیم و باز میریم بقیه پروژه ها رو میبینیم اگه این کتاب رو دوست داشتین پیشنهاد میکنم که حتما تهیش کنید خیلی جذابه تصاویر داخلش پروژه های که حالا ما ازشون صحبت نمی کنیم رو هم میتونید توش ببینید البته توضیحات هر پروژه خیلی کمه من سعی میکنم که تو قسمت بعد خودم یه مقدار حالا اون 5-6 تا پروژه که انتخاب کردم رو کاملتر یه مقدار دقیقتر روی جزئیات و پلان ها و مدارکش بهتون توضیح بدم مرسی که ویدیو رو دنبال کردین خواستم خداحافظ